کارخانه‌ای که دیروز در اون انفجار و انتشار گازهای سمی اتفاق افتاده اینجا در استان فارس واقع شده. کارخانه کاوه، کارخانه‌ای که مرداد سال 1399 شروع به کار کرده و تنها 2 سال از افتتاحش میگذره. این کارخانه کربنات سدیم تولید میکنه که در صنایع پتروشیمی، شیشه سازی و بلور سازی و تصفیه آب استفاده میشه. در پی انفجاری که عصر دیروز در این کارخانه رخ داد، گفته میشه حدود 150 نفر به دلیل نشت گازهای سمی دچار مسمومیت شدن. هرچند مقام ها و منابع رسمی تاکید دارن که کسی در این حادثه جون خودش رو از دست نداده، اما منابع غیر رسمی از جان باختن شماری از مصدومان خبر میدن. در حال حاضر ساعت به من بدید 8 و 10 دقیقه که الان من اینجا حضور دارم. از اول حادثه تو بیمارستان حضور داشتم، کنترل دارم اونجا میکنم، هیچ اتفاقی لحاظ جانی برای هیچ کس نیفتاده. انتشار گازهای سمی در محیط به حدی زیاد بوده که جاده جنب فیروزآباد برای چندین ساعت بسته شد و گفته شده بعضی از ساکنان محلی هم دچار مسمومیت شدن. رئیس کل دادگستری استان فارس میگه با توجه به وجود مخازن آمونیاک، انفجار در این کارخونه میتونست به یه فاجعه بزرگ منجر بشه. مسئولان محلی هنوز رسما درباره علت دقیق این انفجار و همینطور احتمال سهل‌انگاری در رابطه با امنیت این کارخونه که مواد شیمیایی خطرناکی داره چیزی نگفتن، ولی بسیار این رو هم یک نمونه دیگه از نادیده گرفتن قوانین و مقررات ایمنی در ایران میدونن.